این چرا اینطوری شده؟ شکسته؟ این چیه دیگه؟ یعنی چی ممکنه شده باشه؟ مامان من حاضرم. ببخش. یعنی چی شده؟ قربان متهم آورد. بیارش بود. بفهم. جناب سرگرد. سلام. بفرمایید مرخصی. جناب سروان علی محمدی. بله جناب سرگرد. ایشون بازداشتن. اتفاقا جناب سرگرد من اومدم ثواب بکنم. شما خودتون که شاهدین. من هر کاری از دستم برمیومد کردم. من گفتم خوبیت نداره یه بچه تو زندان بمونه، خراب میشه. حالا خودم باید برم اون تو. من آبرو دارم، دستم به داورت، آبرومو نریز. قانون قانونه. قبلنم بهتون گفتم که مسئولیت سنگینی رو به عهده گرفتیم. متاسفم اتفاقی که نباید بیفته افتاد. جناب سرگرد، یعنی شما میفرمایین من اشتباه کردم؟ من کی همچین حرفی زدم؟ خب پس این کارا چه معنی میده؟ قانون آقای بهرامی، قانون. وقتی ضامن میشی مسئولیت مردم رو به عهده میگیری. این پسر تو این پرونده تنها سرنخ در دست ماست. در ضمن یه مدرکم ازش به جا مونده. چه مدرکی؟ این چی هست؟ یه نواره مال پسره است، تو ماشین جا مونده. جناب سرگرد اون که اصلا ماشین بلد نیست. ولی میدونه کی بلده. اون هیچ تقصیری نداره. جناب سرگرد من آبرو دارم، دستم به دامنت. یه کاری بکن. کسی که ماشین رو بیرون برده کسی بوده که کریم اون رو میشناخته و ازش حساب میبرده. ترسیده، همون موقع ترسیده و هم الان که فرار کرده. اون با سکوتش داره از یه نفر حمایت میکنه. از کی؟ این همون چیزیه که کریم باید بگه. البته ما میدونیم که کار کیه، ولی باید کریم شهادت بده تا بتونیم ثابت بکنیم. بنابراین تا اون موقع که کریم پیداش بشه شما اینجا میمونید. جناب سرگرد
جم سرکار دستم به دامنت. آبرو رو نبر. میدونی که من تقصیری ندارم. جناب سروان ببریدش. به توجهت باد. بفرمایید خواهش می‌کنم. بفرمایید. سرکار ایشون رو تحویل بازداشتگاه بدیم. بله جناب سروان. بفرم. بهزاد نیست. نیست؟ نه سند خونه نیست. کجاست؟ نمیدونم، در کمدم شکسته. خب شاید بابا برداشته. بابا؟ آخه بابا برای چی در کمدو بشکنه؟ یعنی چی شدی؟ حالا باید چیکار کنیم؟ دقیقه صبر کن ببینم. الو پدر جان سلام، حال شما؟ دلم براتون تنگ شده. سلام، خسته نباشین. سلام جناب سرگو. سلام جناب سرگو. کارتون رو انجام بده. چشم جناب سرگو. سرکار. بله. این تمام شده، عوضش کنید. چشم. دست درد نکنم، خسته نباشی. ممنون، شما هم خسته نباشید. خسته نباشی مومن. سلام جناب سرگار. سلام از ماست. خودتو خسته نکن، دست درد نکنم. خسته نمیشم جناب سرگرد. مثل اینکه ماه مبارک مهمون شما هم. بهتره یک کاری هم کرده باشم. چرا ساکتید جناب سرگرد؟ شرمندم. اتفاقی افتاده؟ نه، برای اینکه اتفاقی نیفتاده شرمنده. شاگرد تعمیرگاه حرفی نزده؟ نه، فرار کرده. چرا؟ نمیدونم. ترسیده. نمیدونم. مقصره نمیدونم، ولی بدون اون کاری از پیش نمیبریم. اشکالی نداره جناب سرگرد. نگران قولی که به من دادید نباشید. شاید اینجوری بهتر باشه. شاید صلاح در این باشه. نه، خیالت راحت باشه. هر جور شده گیرش میدازم. نمیذارم در بره. اینا دیگه به خودتون مربوطه جناب سرگرد. بهتره که من زحمت رو کم کنم. کجا میخوای بری؟ یه کارش میکنم دیگه، درست نیست بیشتر از این اینجا بمونم. چرا ناراحتی؟ نه اصلا. پس چی؟ کسی چیزی بهت گفته؟ نه، فقط احساس میکنم که دیگه باید برم. کجا؟ نمیدونم، بعدم فکرشو میکنم. بابام همیشه میگفت
مسافر آقا هیچ موقع سرگردون نمیمونه. یکم صبر کن، یه جای بهتری برات پیدا میکنم. سرکار. بله. خدمت شما. خسته نباشید. دست شما. ممنون شما. خسته. سلام بابا بزرگ. سلام. چطوری؟ ویلکون بابا، ویلکون. ویلکون. حالتون چطوره؟ از احوال پرسی های شما. بجونه بابا بزرگ، بجونه بابا بزرگ گرفتارم. گرفتاره چی؟ درس. مدرسه کلاس. بد نمیاد. بابا بزرگ دیگه شکوندی دستو دیگه. چطوری؟ قربون شما. سلام پدر جان. علیک سلام. چطور شد یاد ما کردی؟ ده من که دیروز اینجا بودم پدر جان. خب برای همین میپرسم. تعجبم از اینه که چطور شده که یه پیرمرد رو مورد لطف و مرحمت قرار دادین. ها خیلی خوب، حالا چی شده؟ پدر جان پای تلفن که بهتون گفتم به کمک شما احتیاج دارم. چه کمکی؟ سندتون رو میخوام تا منصور بیاد بیرون یه فکری بکنه. منصور اگر فکر داشت خودشو اینجور گرفتار نمیکرد. پدرم الان وقت باد دادن خرمنای همدیگه نیست. من اومدم ازتون خواهش کنم. رو چه حسابی؟ رو چه دلخوشی؟ رو اینکه سال به سال روح ماهاشو نمیبینم؟ و احوال پرسیاش یکی نیست به این مرد بگه. آخه مرد عقلت کجاست؟ کسی بدون دلیل زامن کسی دیگه میشه؟ بابا بزرگ من اصرار کردم. بی خود. حالا کاریه که شده، دلش برای این بچه سوخته، زامنش شده. خب حالا هم باید جواب دلسوزی های بیموردشو بده. خیلی ممنونم پدر جون. بهزاد بیا بریم. اوه زودی هم بهشون بر میخوره. میگیرش؟ نه خیلی ممنونم پدر جون. خدا نگهدار. بهزاد بیا. دختر باشه هیچ اشکالی نداره. اگه تقاضای یه پیرمرد برای دیدن بچه هاش خیلی زیاده اشکالی نداره. هر طور که دوست دارین. خداحافظ. بابا بزرگ خداحافظ. بابا بزرگ میبینمت. منم بی خبر نذارین. میتونی بری؟ نه نه سربازو گفتم. بفرمایید. بشینید.
خب چیکار باید بکنیم آقای بهرومی؟ نمیدونم، هرچی جناب عالی بفرمایید. هرچی من بگم. کسی سراغ من نیومده؟ هنوز نه. من میگم هرچی قانون بگه. درست میفرمایید. ولی یه چیزی هست که بالاتر از قانونه. نظر شما چیه؟ هرچی شما بفرمایید قربان. نه، میخوام بدونم نظر شما در این مورد چیه؟ چی عرض کنم؟ بالاتر از قانون انسانیته. که البته قانونم نقض نمیکنه. قانون برای مجری قانون یک سری اختیارات تعیین کرده که میتونه در موقع لزوم از اونها استفاده کنه. خب قربان شما وارد ترین. هرچی امر کنین ما گردن میگذاریم. البته این یه پیشنهاده. قدر مسلم اینه که جناب علی تا موقعی که اینجا هستین کاری نمیتونین بکنین. و برای اینکه بتونین کاری بکنین باید آزاد بشین و از اینجا برین بیرون. البته تا اونجایی که این پرونده نشون میده شما در این پرونده مقصر نیستین. خدا پدرتونو بیامرز. در مورد شکایت صاحب ماشین مجرمید که به این پرونده مربوط نمیشه. اما پیشنهاد من، ما اینجا یه پسر بچه داریم که نابیناست و پسر همون پیرمردیه که در این تصادف کشته شده و این پسر دنبال قاتل پدرش. خدا به پدرش ببخشش. واقعا از اونجایی که این بچه نمیتونه تا روشن شدن تکلیف این پرونده اینجا بمونه، چون بالاخره اینجا اداره است و محدودیت هایی داره، اگر شما موافقت کنید و این بچه رو پیش خودتون تا روشن شدن وضعیت پرونده نگه دارین، در اون صورت منم از اختیارات قانونیم استفاده میکنم و شما رو آزاد میکنم. خب نظرتون چیه؟ حرفی نیست. خوبه، اینجوری هم ثواب کردین هم به کارتون میرسید. پس چرا نشستین؟ پاشین برین دیگه. اون آش ممکنه قبول نکنه ولی باش حرف بزن. آقا بار بخیر. سلام. کجا انشالله؟ رفتنی باید بره. کسی با آتونه؟ بله، یه آقایی هست که با آت کار داره. سلام آقا. سلام. من میرم تا راحت‌تر بتونین با هم حرف بزن.
من کاری داشتید؟ بفرمید. والا خواستم اگه قبول کنین یه چند روزی در خدمت بشین. برای چی؟ خب خونه امام از خونه خودتون میمونه. منم یه پسر دارم که همسن سال شماست. جناب سرگرد چیزی گفته؟ نه. یعنی صحبت شد، گفت خوشحال میشه اگه قبول کنی. نه متشکرم، مزاحمتون نمیشم. چرا؟ قابل نمیدونی؟ نه موضوع نیست. پس چی؟ مهمون حبیب خداست. حبیب خدا رو چشم ما جا داره. چشمتون گلستون، گلستون جای ما نیست. شما قدم بذارین چشممون پر نور میشه. عزیز من چرا اصرار میکنی؟ ببین من کشته معرفتت شدم. کاش پسر منم یه جو غیرت تو رو داشت. این چه حرفیه که میزنید؟ بی خدا دروغ نمیگم. میترسم وقتی سرم گذاشتم زمین از اومدن از زیر تابوت هم دریغ کنم. خوشا به غیرتت، خوشا به حال پدره. حق پدر و مادر بیشتر از این حرف هست. گل گفتی. خواب از گلم گل باید شنید. بذار وسط جمع کنم. نه زحمت نکشید، خودم جمع. چرا دو نفری زودتر جمعش میکنی؟ آقای آشتیانی هم گفتن که لطف کنید شما یه تماسی باشون داشته باشید. بسیار خوب، باز شما تماس میدید. امیر نداری؟ عرضی نداری. پس داری میری آقا باران؟ دست شما درد نکنه. این آقا باران ما دست شما سپرده، مواظبش باشی. سالار خودش ما رو با دست ایشون بسپاری. آقا باران بینای دل ماست. ببخشید جناب سرگرد، تو این دو سه روز حسابی بهتون زحمت دادم. نمیدونم چه با چه زبانی ازتون تشکر کنم. رحمت بودی باران جان، میام سراغت. امیدوارم در فرصت بهتری هم دیگر رو ببینیم. قدمتون رو چشم، انشالله بتونم از شرمندگیتون در بیام. خیر پیش. باش. افسران علی محمدی. بله جناب سرگرد. این پرونده سرقت مسلحانه است، با متهم بفرستین دادسرا. اطاعت. همین الان یه مأمور میفرستم. جناب سرگرد اگه کسی با شما کار داشت بیام برمیگردین؟ بله برمیگردم. متشکرم. با
جناب سرکار. سلام. بله بفرمایید. ببخشید ما اومدیم دنبال شوهرم. شوهرتون؟ بله. آها آقای بهرامی. بله. رفتم. کی؟ چند دقیقه پیش. با سند چی؟ دیگه لازم نیست، یه سند اینجا دارن کافیه. خیلی ممنون، میبخشید. با اجازه. به سلامت، خداحافظ. خداحافظ. سند داری؟ ببرم ببینم. ایوا سلام، کی اومدی؟ سلام. مگه فرقی هم میکنه؟ یعنی چی؟ اگه میخواستم به امید شما باشم حالا باید اون تو میموندم. سند خونه رو پیدا نکردم، رفتم سند پدر جانو گرفتم. دستش درد نکنه، دیگه لازم نیست، بهش پس بدی. این چیه تو اتاق من؟ مهمون. مهمون؟ مهمون؟ مهمون؟